تو این درس اگه اشتباه نکنم درس 14 هم باشه، میگه سو ویلش تاگ سایت ایس میت فرشترکتم ویل وکسل سو غشنن. حالا ویل وکسل چی هستش؟ ویل وکسل بچه ها دیدید تو جاده جنگلی دارید رانندگی میکنید یا اینکه دارید با یکی توی ماشین نشسته میری یهو میبینید از وسط جاده یه حیوانی رد شد، به این میگم ویلد وکسل. از رد شدن حیوانات از اون بر جنگل به این بر جنگل از وسط جاده رو اصولا میگم ویلد وکسل. حالا میگه چه زمانی از روز رو شما حساب میکنید به نظرتون با رفت آمد قوی، رفت آمد زیاد اینجور حیوانات، مثلا حیوانات جنگلی محاسبه میکنید، فکر میکنید چه ساعت، چه زمانی از روز اینا بیشتر توی جاده از وسط جاده رفت آمد میکنن؟ میگه این مورگن گران، یعنی طلوع صبح، وقتی که آفتاب داره طلوع میکنه، هنوز طلوع نکرده البته، یه خورده تاریکه، وقتی در آبن دمگون موقع غروب، این دوتا درستن این در میتاد سایت. چرا؟ احتمال داره اتفاق بیفته، اون بیاد بره این بر اون، از این بر بره اون بر، ولی اینجا نوشته فشتکتم، از شتارک میاد، یعنی زیاد قوی، ولی اینجا وقتی قویه بس این دوتا درستن، این نیستش. اگر فقط میگفتش که آیا تو مثلا میتاق حیوان میمد میتونستیم بگیم آره، ولی وقتی گفته که زیاد ما این دوتا رو باید بزنیم. خب بس کدوم جواب درسته؟ اشتر دست موفا نیشت فردم بان اوبا گنگ اوبا هولن، یعنی من اجازه ندارم قبل از مسیر بان بیام از این موتورگازیه سبقت بگیرم. وقتی که این میگه اجازه ندارم، دیگه اون دوتای دیگه یالندنه، علکیه، ما جواب نمیدیم و میریم سوال بعدی. این سوالم بچه مهمه و باید بدونید قشنگ 4 امتیاز داره، اگر مهم نبود 2 امتیاز بهش میدادن، 2 پونکت میدادن یا 3 پونکت میدادن. میگه البته امیدوارم که این فقط در حد سوال باشه و هیچ وقت ما تصادفی نبینیم. میگه زی کومن از ارستا ان این اونفال شتله میت فلتسته این ولش غین فولگه گنزی فور. بیام اینو براتون راحت تر بگم. میگه که شما اولین نفر میرسید به یه جایی که تصادف شده و مجروح توش هستش، میرسید به یه جایی که تصادف شده و مجروح هستش، از اولین کاری که باید انجام بدی تا آخرین کار چجوری باید انجام بدی، غین فولگه، یعنی چه مواردی رو باید شما انجام بدید به درستی، یعنی کامل از بالا به پایین. مثلا میگه جواب اول اون فالشتل ابزیشن ارست هیلف لایستن اون ریتونگس دینس الارمیغن. بچه دقیقا جواب اول درسته. حالا شاید این سوال بعدن دوباره تو اینجا بیاد این جواب ببره اینجا بذاره، فکر نکنی تو هر سوالی همین درسته، اولین چیز درسته، نه. حالا این شانس ما بوده اولین جواب اینجا درست بوده، وگرنه شاید الان ما
بریم دوباره بیان تست رو بخوایم بزنیم، جوابه از اون بالا اومده به این پایین. خب ما زمانی که میرسیم به یه جایی که تصادف شده اولین نفر هستیم، اولین کاری که میکنیم اون منطقه ای که تصادف شده رو امنش میکنیم. چجوری امنش میکنیم؟ اون مثلث سگوشی که شب نما داره رو میبریم با فاصله 100 متر عقبتر از اونجایی که تصادف شده، میذاریمش تو جاده. بعد ماشینایی که دارن میان رو هی دست کن میدیم که حواسشون باشه که تصادف شده. بعد میدیم کمکای اولیه رو انجام میدیم، حالا اگر یکی نفس نمیکشه یه چیز، حالا کلا بالاخره میریم یکم کمک میکنیم و بلا فاصله زنگ میزنیم به گروه نجات، به بیمارستان، به آمبولانس، به هر چیزی زنگ میزنیم و به اونا خبر میدیم. ولی همین اولی بس چی شد؟ باید اونجایی که تصادف شده امنش کنیم، بعد کمکای اولیه، بعد زنگ بزنیم. تو چیزای دیگه نوشته اول من بیام کمکای اولیه انجام بدم، بعد زنگ بزنم، بعد تازه بیام اونجایی که تصادف شده رو امنش کنم. نه، اینا هیچ کدوم نیستن، فقط اولی. اون فال شتل ابزیشن. خب یه چیزی که ما میدونیم اینه که توی آلمان زیاد، شما آلمان، اتریش، کلن غیر از ایران ترکیه، خیلی کم صدای بوق ماشین میشنوید. یعنی من حتی خدایی بعد از این همه سال اگر اینجا یه صدای ماشین، یه بوق بشنوم، یا به طور ناخواسته جلو گوشمو میگیرم، اخمم در میاد، چون خیلی وقت نشنیدم دیگه. میگه اینجا در مورد بوق سوالش میگه سوویلشم سوک دفت دی هوپ اینن ارس بنوتس بردن، میگه که از اوبهول زیگنال، از غوف سایشن، از وان زیگنال. میگه چه زمانی بوخ میتونه اجازه داره توی داخل شهر، این نورتس توی داخل شهر استفاده بشه. میگه که وقتی میخوای سبقت بگیرید از یه ماشینی، اون موقع میتونید از بوخ استفاده کنید که اشتباهه. از غوف سایشن، زمانی که میخوای یکی رو صدا کنی عبدالسلام که اشتباهه. از وان زیگنال، زمانی که به یکی میخواید هشدار بدید یه مشکلی برای خدای نکرده برای کسی پیش اومده، یه چیزی میخواید به یکی وان زیگنال بدید، زیگنال هشدار بدید، اون موقع آره. برای مثال یه ماشینی مثلا اگزوزش کنده شده، داره میفته، اصلا هم حواسش نیست، شما هرچی به راننده چراغ میزنی نمیبینه، مجبوری داره یه بوغی بزنی تا اون بفهمه. این مثلا میشه استفاده کرد، اوکیه. پس ما چیکار میکنیم؟ وارنزیگنال رو فقط میزنیم. سوال بعدی هم سوال مهمیه، با اینکه 3 پونکت داره، مهمیش چرا مهمه؟ چون تو بعضی از این سوالایی که اینطوری متراژ و اینجور چیزا هستش آدم قراقاتی میکنه، ولی الان من بهتون میگم یه وقتی معنی رو آدم بلد باشه، برای اونایی که سوال حفظ میکنن میرن جواب میدن، اینو حداقل معنیش رو بدونن خوبه و اوکی، میرن دیگه میدونن که چند باید بنویسن. میگه ولشه میندس ابشتان موس فور اینن فوسگنگا اوبابگ بایم هالتن اودا پارکن اینگ هالتن وردن. میگه حداقل فاصله ای که باید قبل از خط عابر پیاده یه ماشین برای نگه داشتن یا پارک کردن
ازش استفاده کنه چنده، چه فاصله ای باید داشته باشه یه ماشین، با چه فاصله ای باید قبل اون خط عبور عابر پیاده رو رعایت کنه. ما پنج متر باید قبل از اون خطایی که توی وسط جاده گذاشتم برای عابر پیاده، باید 5 متر ازش فاصله داشته باشیم که بخوایم پارک کنیم ماشین رو یا نگه داریم ماشین رو، هلتین کنیم مثلا برای چند دقیقه بمونیم اونجا. 5 متر باید این فاصله رعایت بشه. خب توی سوال میگه وشس فعالتن اسکریشتیش، چه رفتاری درسته، کدوم رفتار درسته؟ اشترف دوش فاقن، من اجازه دارم برم، از ما بین برم. ایش موس دن بلاون پیک اوه دوش فاقن لسن، من باید اجازه بدم که ماشین آبیه بره. بریم تو عکس ببینیم چه خبره، چی کار میکنن. خب اینجا این علامت لوزی سفید و زرد رو که میبینید یعنی فورفارتشتراسه. خب فورفارتشتراسه یعنی چی؟ یعنی خیابونی که حق تقدم با شماست، که اینجا میبینید برای این ماشین هم اینجا احتیاط زده. خب حالا وقتی که یه فلشی میادش، یه فلش توی زیر فورفارتشتراسه میاد، چیه؟ به اون میگن ابکنیکند فورفارتشتراسه، یعنی اینکه اون خیابونی که حق تقدم داره الان به یه طرف دیگه کج شده دیگه. یعنی اگر تو مثلا میخوای الان میگی که اگر میخوای این خیابون رو رد بری بازم توی خیابونی که فورفارت داشته باشه، حق تقدم داشته باشه، میخوای بری، باید به چپ بری، یعنی باید بری این بر، نباید تو این یکی بری یا جای دیگه، اینجا باید بری. باز اینجا فقط دو جا هستش. حالا ما کاری نداریم، من فقط خواستم ابکنیکند فورفارتشتراسه رو بهتون بگم. اینجا میگه کدوم رفتار درسته، آیا تو باید بری یا اینکه باید وایسی این ماشینه بره. خب مسلمه که من باید برم. خب و بچه ها یادتون باشه اگر به چنین تابلوی رسیدید، هر وقت اینجا هر جا مثلا علی چپ زده، باید حتما راهنمای چپتون رو بزنید. نگید من دارم راه راستم و میرم راهنما چرا بزنم. اینجا وقتی که پایینش فلش بیاد حتما باید راهنما بزنید. اگر اینجا راست باشه باید راهنمای راست رو بزنید، اینو یادتون باشه. تو این سوال پس من میرم، بس ایش دفت دوش فاقن. این سوال هم که آسونه اصلا، میگه و مسبارتن، خب مسلمه این باید باعثه نه من باعثم. تو جاده داریم میریم جاده بیرون شهری، این ماشینه باید باعثه. Der PKW, der aus dem Feldweg kommt. تو این سوال میگه an welchen Stellen ohne Vorfahrtgelände Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links. خب میگه که تو چه جاهایی زمانی که تابلوی حق تقدم نباشه، اون فورفارت گلنده، میگه یا تابلوی حق تقدم نباشه، اون فورفارت گلنده فکر سایشن گیلت دی رگل ریس فور لینکس، راست قبل از چپ. خب میگه که وقتی نباشه، این تابلو نباشه، کجا اجازه داره مثلا راست زودتر از چپ بره؟ ein Grundstück ausfahren auf keinen Fall. نه، این منظورش اینه که Grundstück ausfahren، Grundstück منظورش اینه که مثلا جلوی خونتون، مثلا شما از پارکینگ خونتون میای بیرون یه تیکه اونجا ما قبل از پیاده رو یه جایی هستش که شما میتونید میخوای از اونجا بیاد بری تو خیابون، به اونجا میگن Grundstück، که نه چنین چیزی وجود نداره، نمیشه. am Ende eines Verkehrs beruhigten Bereiches، میگه که پایان یک منطقه آروم، منظورش beruhigten Bereiches مثلا میشه
مثلا انگار از شهر بیای بیرون، بیای بیرون شهر، یا مثلا از یه جایی که شلوغ باشه میخوای بیای توی یه جای خلوت، بازم نه نه. An Straßen kreuzungen und Einmündungen. تو سرا و چار را این درسته. وقتی اگر چیز نباشه، تابلوی حق تقدم وجود نداشته باشه، rechts vor links تو Straßenkreuzungen und Einmündungen میاد. تو چار را سرا اجازه دارید، نه این دوتای بالایی. این سوالم دیگه میگه welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen. منظورش اینا یه خورده گندش میکنن دیگه سوالا رو علکی. منظورش اینه که وقتی که این تابلو رو دیدی مثلا چه رفتاری باید از خودت نشون بدی و اینجور چیزا. Höchste Aufmerksamkeit، یعنی دقت توجهم رو بالا ببرم. بغمز بغیت شافت، آماده ترمز زدن باشم. گشویندیشکایت فرمیندرم، یعنی چی؟ سرعتم را کم کنم، با سرعت زیاد نرم. هر ستاش درسته. خب تو این سوال میگه واس ایست بای دیزم فکرز سایشن ستون. میگه که چه کاری رو باید انجام بدی وقتی این تابلو رو میبینید. زونن بغیل اب نیمن، عینک دودیتون رو بردارید. خب مسلمه، تونل تاریکه. اب لند لیشت این شلتن، نور چراغ پایینتون رو روشن کنید. دقیقا درسته. وان بلینک لیشت این شالتن، درست نیست. چرا؟ نیازی نیستش که بخوایم جفرانما رو روشن کنیم. جفرانما رو زمانی روشن میکنیم که خدای نکرده جلومون تصادف شده باشه، یا اینکه شتاو باشه، ترافیک باشه، که بخوایم به ماشینای پشتی خبر بدیم که جلوی اتفاقی افتاده، سرعتتون رو بیارید پایین. فقط نور پایین رو روشن میکنیم و عینک دودیمون رو برمیداریم. خب تو سوال آخر میگه زیمیوسن بگن گشلوسن بانش خانکن. بانش خانکن بچه ها به اون میله هایی میگن که شما مثلا قطار داره میاد رد شه وسط شهر، میله دو تا میله میاد پایین و مثلا اجازه رد شدن ماشینا رو بگیره، جلوی ماشینا رو بگیره که موقعی که قطار داره رد میشه نتونن برن، و به اون میگن بان شخنک. بان شخنکن میگه که زیمیوسن بگن گشلوسن بان شخنکن وارتن، شما مجبورید به خاطر بسته شدن میله های پایین اومده، بسته شده، صبر کنی. میلای قطار، میلایی که اونجا جلوی ریل قطار هستش زمانی که بس شده، صبر کنید. و دوش کنن زی نون دی اومول شونن اوند کراف شتوف شپارن. میگی که چجوری میتونید مثلا به محیط زیست کمک کنید و از سوختتون رو ذخیره کنید. اینطوری جواب فقط دورش ابشتلندس موتورز، یعنی موتور ماشین رو خاموش کنیم. همین، شما زمانی که موتور ماشین رو خاموش کنید هم بنزین کمتری مصرف میکنید، هم دود کمتری از اگزوز میاد بیرون و محیط زیست بالاخره یه خورده بیشتر بهش حال دادید، هواشو داشتید. همین کافیه دیگه. من بیام الان استارت استاپ اتوماتیک و اینا و لیلاف و اینجور چیزا رو بگم، ویدیومون میشه 50 دقیقه دیگه. اینم از ویدیو امروز بود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دیروز 7 تا کار کردیم، امروز 11 تا. امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.